بازی دینگ جون هوی و لوکا برسل تو تورنمنت انگلیش اوپن سال 2020. دورهای اول این تورنمنت و بازی هفت فریمه که هر بازیکن واسه صعود به مرحله بعدی به 4 فریم برد احتیاج داره. بازی با ضربه زیبای لوکا برسل شروع میشه که به صورت لانگ شات یه ضربه سخت رو خیلی خوب پات میکنه و پوزیشن بعدیش هم عالی بود. مشی تو موقعیت بعدی قرار داره و این کارو واسه لوکا برسل سخت کرده. حالا لوکا برسل میره واسه یک بلند که خیلی عالی موفق میشه پات بکنه و تو پوزیشن بعدی دوچار مشکل میشه و حالا دین جون هوی با یک ضربه لانگ شات روی میز هستش و فکر کنم میخواد توپ قهوه ای رو پات بکنه که موفق میشه و حالا دوباره یک ضربه لانگ حالا توپ صورتی قابل بریک کردن هستش و دینگ به خوبی داره توپ های قرمز اطراف توپ صورتی رو بریک میکنه. حالا یک کنون و بهترین کنون رو انجام میده دینگ و پوزیشن عالی هم میگیره واسه توپ مشی. حالا توپ مشی وارد جریان بازی میشه اختلاف امتیاز 15 و ماکسیموم میز 59 و دینگ هنوز کار داره واسه تموم کردن فریم. به توپای قرمز احتیاج داره. دوتاشو خوب پات میکنه و حالا پوزیشن میگیره واسه توپ قرمز جدا و بعد پاک کردن توپ قرمز فریم بالش توپ مشی هستش. حالا لوکا برسل اگه بیاد رو میز اسنوکر لازم داره و دینگ با پاک کردن قرمز چسبیده به کوشن فریم رو کاملا تموم میکنه. 70 امتیاز. داد و نوخ و اگه تا آخر پات بکنه بریکش صد نمیشه ولی یک بریک 97 امتیازی زیبا از دینگ جون هوی تو فریم اول که خیلی هوشمندانه میز رو در یک نوبت پاش سازی میکنه و حالا میرم واسه فریم دوم و دوباره
هیچ لانشت عالی از دین چون هوی حالا باید ببینیم توپ قرمز بعدی رو چیکار میکنه که عالی پات میکنه به صورت لانگ. یک کنون با توپ قرمز و پوزیشن واسه توپ مشی. تا اینجا تونسته توپ های قرمز و با توپ مشی بریک کنه. باید ببینیم میتونه این بریک رو ادامه بده. و ماکسیموم بریس ثبت بکنه. ششمین توپ قرمز هم با توپ مشی پات میشه. حالا هشتمین توپ و کم کم احتیاج پیدا میکنه به یک کنون. دو تا توپ قرمز داره. حالا یک پوزیشن سخت واسه توپ قرمز که موفق میشه پات بکنه و باید ببینیم تو کنان چی کار میکنه که بد عمل میکنه و نمیتونه ماکسیموم بریس ثبت بکنه و نتیجه 2-0 به نفع دین چون هوی. حالا تو سومین فریم لوکا برسل فرصت پیدا میکنه و باید ببینیم دو فریم رو میتونه برگردونه یا دینگ سومین فریم رو هم برنده میشه یا نه. بعد 29 امتیاز بریک لوکا برسل میس میده و دین چون هوی با یک توپ قرمز که نزدیک بود پات هم نشه یاد رو میز و تو اولین نوبت توپ مشی رو پات میکنه و اونو میاره رو اسپات خودش. حالا دوباره فرصت واسه لوکا برسل. که دوباره نمیتونه از فرصتش استفاده بکنه و فرصت میده به دینگ. سه تا توپ قرمز رو میز باقی مونده. یک پوزیشن زیبا واسه توپ قرمزی که به منطقه بالک رفته بود. آخرین توپ قرمز و لوکا برسل دین چون هوی داره نزدیک میشه به سومین فریم پیاپیش.
54 امتیاز و با توپ صورتی فریم تموم میشه که پوزیشن میگیره و خیلی خوب پات میکنه و حالا نتیجه با سه فریم پشت سر هم 3-0 به نفع دینگ جون هوی و حالا دینگ یک فریم احتیاج داره واسه صعود به مراحل بعدی که تو این فریم با یک ضربه لانگ شات لوکا برسل میاد رو میز کنون ریسکی از لوکا برسل که نزدیک بود توپ قرمز پات بشه و فول بده. حالا بعد چند تا پوزیشن ریسکی لوکا برسل پوزیشن خوبی میگیره واسه توپ صورتی و مشی که توپ صورتی رو پات میکنه و اون میره رو اثبات توپ آبی. حالا توپ های قرمز کاملا باز شدند و لوکا برسل داره به خوبی بریک انجام میده 65 امتیاز و حالا فریم بالش رو پات میکنه و اولین فریمش رو هم برنده میشه مقابل دینگ جون هوی. یک پات خوب با رست حالا 81 امتیاز توپ آبی رو هم خیلی خوب پات میکنه و حالا آخرین توپ قرمز صد و سه امتیاز و بعد از فریمی که دینگ جون هوی برنده شده بود لوکا برسل خیلی خوب تونست بریک بالای ثبت کنه یک سنچوری عالی و بی‌نقص. صد و هفده امتیاز و حالا یک پوزیشن خوبه دیگه واسه توپ مشی که فریم تموم میشه نتیجه 3-1 به نفع دینگ جون هوی و همچنان دینگ با یک فریم صعود میکنه و کار واسه لوکا برسل سخت هستش. دینگ تو این فریم اول فریم موقعیت میگیره از لوکا برسل و پوزیشن سختی هم داشت واسه توپ مشی که تونست خوب پاتش بکنه. دینج داره تو بهترین فرم خودش بازی انجام میکنه بازی انجام میده و 46 امتیاز در یک نوبت بریک کرده بعد دوتا توپ قرمز جدا از پک احتیاج به یک کنون داره
لایک کنم و فکر کنم توپ داره واسه میدل سمت چپ. حالا فریم بالش پات میشه و توپ قرمز فریم رو و بازی رو کاملا تموم میکنه. باید ببینیم دینک میتونه بریک بالایی بزنه تو فریم آخر. بریکش 102 سنچوری بریک رو موفق میشه ثبت بکنه تو پنجمین فریم و حالا میره واسه توپای رنگی بالچ. حالا میاد که آخرین توپ روی میز رو پات بکنه و بازی 4-1 به نفع دینگ به پایان میرسه.